درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان در راه ایران زمین، به ویژه پرسنل نیروهای مسلح و همینطور تمام جانباختگانی که در طول تاریخ جان فدا کردند تا ایران پاینده بماند. من قبل از درود به بینندگان عزیز لازم است که یک ستایشی هم به یاد فردوسی انجام بدیم، چون همونطور که مصدر هستید این هفته زادروز این شاعر بزرگ قهرمان ملی ما هست. به قول ایشون، به نام خداوند جان و خرد از آن برتر اندیشه بر نگذرد. عرض کنم که امروز بینندگان عزیز، من اسدالله نصر اصفهانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مقردان ایران و شورای نجات ایران رو امروز در خدمت جناب آقای دکتر رضا تقی‌زاده انجام میدیم و بنده امیدوارم که طبق معمول از برنامه های آموزش ایشان هم من و همه بینندگان بیشتر بهره ببرم. با چهره سیاسی و علمی جناب دکتر تقی‌زاده همه بینندگان آشنا هستند، احتیاج به معرفی ندارن. همونطوری که اطلاع دارن ایشون کارشناس بین‌المللی نفت هستند، تحلیلگر سیاسی، مدتی هم استاد دانشگاه در کلاسکو بودن و از همه مهمتر این است که ایشون رایزن جبهه هماهنگ مبارزان ایران هستند و همیشه بنده رو راهنمایی می‌فرمایند. جناب دکتر تقی‌زاده، به برنامه خیلی خوش آمدید. درود به شما دکتر نصر، مثل همیشه شما بنده رو بیشتر از اون حدی که خودم انتظار دارم مینوازید. به هر حال باعث کمی شرمندگی است، ولی سپاسگزار هستم. من شاید هم یه مقداری کوتاه میام. بینندگان عزیز، چون در برنامه دو هفته پیش آقای دکتر مازیار قوی‌دل راجع به کتاب‌های درسی توضیح دادن، در ظرف این مدت بسیاری از بینندگان از من خواستن که به ایشون اطلاع بدم که چگونه میتوانن این کتاب رو تهیه بکنن. من با ایشون تماس گرفتم و ایشون خیلی ساده کردن کارو و این است که اگر روی ایمیل ایشون بینندگان عزیز که الان در روی صفحه ملاحظه فرمایند ایمیل بزنن به اسم شاهنامه و ایران @gmail.com، در هر صورت امیدوارم که دوستان بتوانن با تماس با ایشون این کتاب ها رو که مورد نظرشون هست تهیه بکنن. جناب دکتر تقی‌زاده عزیز، عرض کنم که بنده بخواستم خدمتون چند تا سوال مطرح بکنم. یکی این مسئله عمومیه که الان تقریبا 90% اخبار همه رسانه ها مسئله این ویروس کروناست و خب مردم حق دارن راجع به این مطالب اخبار خیلی دست اول بشنوند. حالا صرف نظر از مسئله پزشکیش، من از نظر سیاسی میخواستم سوال بکنم که این پیامد کوتاه مدت و دراز مدت این ویروس کرونا از دیدگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به خصوص این موج دوم که گفته میشه شروع شده، این زیاناش به چه ترتیب پخش خواهد شد، یعنی بین مردم دنیا و به خصوص در مورد ایران. البته این که مسئله اصلی هنوز حل نشده که آیا این عملی بوده یا سهلی بوده، حالا صرف نظر این که عملی بوده یا سهلی بوده، در هر صورت کشتار خودش داره انجام میده. میخواستم راجع به کل اثر این در سطح جهانی بفرمایید، بعدم در مورد ایران اگر مایل بوده. بسیار سپاسگزار خواهم. درود به بینندگان برنامه جبهه هماهنگی. آقای دکتر، خیلی متشکرم که از من دعوت کردید همراه شما باشم. در این مدت چند ماه که کرونا در همه دنیا من جمله ایران بیداد کرده، خب اطلاعات زیادی هم در مورد این ویروس، منشأ اون، منبع اون پخش شده و عده‌ای هم دیگر رو به دروغگویی متهم میکنن، ولی بیشتر این اتهامات متوجه چینه و مسئله‌ای که حالا وجود داره این است که آیا این
ویروس در یک آزمایشگاه در چین ساخته شده و بعد تصادفی یا عمدی به بیرون از آزمایشگاه فرستاده شده، یا اینکه واقعا یک تلفیق یا جهش ژنتیکی در بدن انسان وقتی که از دو حیوان دیگه این ویروس به بدن انسان منتقل شده و اونجا این جهش به اصطلاح ژنتیکی صورت گرفته و ویروس بعد به انسان‌های دیگه و بعد به کشورهای دیگه منتقل شده. اون چی که آقای دکتر هنوز مسئله اصلی هست در ارتباط با کرونا، نحوه مقابله با اون، کم کردن ارتباطاته که این نه احتیاج به فناوری پیشرفته داره، نه احتیاج به صرف هزینه های سنگین، حداقل در مورد فاصله گذاری داره و در همه نقاط دنیا بهترین جواب ها رو داده. مثلا در کره جنوبی که این فاصله گذاری رو رعایت کردن، به غیر از آزمایش گرفتن از کسانی که مشکوک هستن، دنبال کسانی که این فرد مشکوک با اونها تماس داشته رفتن و همین اقدامات محدود کننده رو در مورد تماس ها هم اعمال کردن. به این ترتیب 4-5 روز پیش کره جنوبی اعلام کرد که هیچ مورد تازه ابتلا به کرونا رو یا کووید 19 رو در اختیار نداره. یا وقتی این روش در بریتانیا با دقت کمتری بهش عمل شد ولی در آلمان با دقت بیشتری، ما شاهد هستیم، مقایسه میکنیم که در آلمان حدود 6000 نفر جان خودشون رو از دست دادن، در بریتانیا 3.5 این شمار، در حالی که مبتلایان شمارشون به نوعی نزدیک به هم دیگه بوده. فاصله گذاری در بریتانیا هم صورت میگیره و مردم با جدیت دنبال این هستن، در حالی که ایران بدون تردید آمار ارقامی که مربوط به تلفات این بیماری بوده به مراتب بالاتر از اون چیزی است که حکومت اعلام میکنه. حکومت سیاست چینی ها رو دنبال میکنه که حقایق رو در مورد کرونا بپوشونه. هنوز اولین موارد ابتلا به این بیماری رو اعلام نکرده که در چه تاریخی و در چه شهری بوده، در حالی که اعلام کرده برای نخستین بار وقتی اشاره میکنه به این بیماری 2 فوت شدن، در حالی که کسانی که جون خودشون در اثر ابتلا به کووید 19 از دست میدن دست کم 14-15 روزی از زمان ابتلاعشون گذشته. یقینا حداقل 3 یا 4 قبل از اینکه یک مورد مرگ پیدا بشه موارد کرونا در جایی که اعلام پیدا کردن تلفات شده وجود داشته و جمهوری اسلامی این موارد رو پنهان کرده، هنوز هم پنهان میکنه، هنوز هم اعلام نمیکنه که به اصطلاح مریض صفر کجا پیدا شده. و حالا از ترس سیل بیکاران دوباره قبل از اینکه اطمینان خاطر پیدا بشه که ایران از نقطه اوج بحران عبور کرده و تمهیدات لازم فراهم شده برای مقابله با این وضعیت، تشویق میکنه مردم رو به خیابان رفتن. البته نگرانی حکومت برای وضعیت اقتصادی شاید کمتر از نگرانی است که این روزخانها برای گریه‌زاری و نمایش حمایت از خودشون در مساجد دارن. همین حالا در اندیشه هستن که در جمعه‌ای که میاد اعلام بکنن که بیش از 115 یا 150 شهر رو منطقه سفید اعلام کردن و در شهرها به اصطلاح مراکز مذهبی و مساجد باز میشن. نیت اونها این است که شبهایی رو که شب قدر معرفی میکنن برگزار بکنن، سینه زنی بکنن، دسته را بندازن، نمیدونم همین کارهایی که در شب قدر انجام میدن و همین شیون زاری که در 19 ماه رمضان خواهد بود. و به علت این که در مساجد فاصله گذاری امکان پذیر نیست عملا در ایران و اونها میخوان نمایش جمعیت بیشتری بدن،
در ماه رمضان به احتمال قوی این شبهایی که اینها برگزار میکنن در مراسم مذهبی، هر کدوم به تنهایی میتونه، هر کدوم از این مراکز که باز میشه یک نقطه شروع تازه شیوع کرونا باشه و این رو باید به مردم هشدار داد که حکومت روزخونها واقعا نگران جون اونها نیست، حتی نگران مال و دارایی و اقتصاد اونها هم نیست. نگرانی اونها این است که دی رو نمایش بده به عنوان طرفداران مذهب و با ریختن اشک تمساح نمایش حضور پشتیبانان خودش رو بده در مراکز مذهبی. ولی نکته دیگری که آقای دکتر شما به اون اشاره کردید و اهمیت بسیار زیادی داره این است که چه تبعاتی این بیماری برای ایران داره. برای بقیه دنیا وضعیت روشنه، توی آمریکا نزدیک به 5,000 میلیارد 5 تریلیون دلار برای این کمک در مجموع در نظر گرفتن، در حالی که در ایران تنها 1 میلیارد اعتبار پیشبینی شده، این اعتبار هزینه نشده، به صورت ریالی خرج شده، فکری برای آینده اقتصاد ایران صورت نگرفته. یک، به این علت که نگرانی ندارن، دو، به این علت که کیسه‌شون خالیست. بنابراین اون چی که در ایران اتفاق میفته در ماه‌های آینده به مراتب دردناکتر از بقیه دنیا خواهد بود. در کشورهای پیشرفته و نیمه پیشرفته دولت امکانات مالی برای حمایت از مردمی که بیکار شدن و شغل‌هایی که از دست رفته دارن، ولی در ایران جمهوری اسلامی نه نگران این موضوع هست نه امکانات اونو در اختیار داره. بنابراین انتظار میره که در طول ماه‌های آینده در اوج تابستان استان‌های مرزی ایران با خطر خشکسالی و قحطی روبرو بشه، در شهرها بیکاری بیداد بکنه و به نسبت خب آفات دیگر اجتماعی هم رشد میکنن، از هم پاشیدن خونواده‌ها، توسعه فقر و در کنار توسعه فقر اعتیاد یقیناً و فحشا یقیناً، مردمی رو که جون به لبشون رسیده یا به یک سمت سیاهی اعتیاد و درونگرایی و یا حتی تنفروشی وادار میکنه. جامعه ما با خطر بسیار 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 بزرگی روبروست و این نتیجه ندانمکاری حکومتی است که 40 سال این کشور رو به فقر کشیده، همیشه از کیسه خورده، یک گروه وابسته به خودش رو ثروتمند و غنی و بزرگ کرده و یک جماعت بزرگتری رو به مراتب بزرگتر، چیزی در حدود 90% جامعه ما و حتی 95% و 1.5% حامیان خودش رو ثروتمندتر و ثروتمندتر کرده. اینجا این نکته ای رو باید من تذکر بدم آقای دکتر، این که واقعا در یک جامعه، در یک کشور ثروت ها دود نمیشن. درسته ممکن است که ندانم کاری صورت بگیره و دارایی ها ارزشش بالا و پایین بشه، ولی علت اصلی فقیر شدن یک گروه این نیست که یک مالی گم شده، یک دارایی دود شده. این دارایی کیسه به کیسه میشه، از یک جماعتی گرفته میشه به جماعت دیگری داده میشه. مثلا اگر یکی از همین راندخارهای حکومت، یکی از همین عوامل حکومت که حالا حتی املاک رو که میخرن متری نمیخرن، چکی میخرن، میگن مثلا در سوهانک این ویلا 400 میلیارد، ویلای دیگری 500 میلیارد. بابت هر کدام از این ویلاهایی که این جماعت در یکی از این نقاط میخرن که بابتش حتی یک بیل هم به زمین نزدن، بابت 1 میلیاردش باید 1,000 نفر مردم فقر زده بیشتر از گروهی که پیشتر فقیر بودن در صفحه گرفتن وام 1 میلیونی، تأکید میکنم وام 1 میلیونی، نه بخشش دولت به مردم. و این کلمه بخشش هم استنباطیست که حکومت از اون داره، در حالی که دارایی که در اختیار هر دولت هست دارایی مردمه، دارایی کشوره. ولی به هر حال کسانی که نیازمند گرفتن این 1 میلیون تومان هستند که باید بهره اون رو هم بپردازن، 1,000 نفرن برای 1/400 ویلایی که یکی از این مفتخورهای حکومت
باید در یکی از نقاط ییلاقی غرب تهران یا شمال تهران برای خودش فراهم بکنه. این رو شما ضرب در 400 بکنید، ضرب در 500 بکنید، ضرب در 600 بکنید که ارزش ویلاهای اونها هست، ببینید که بابت خانه‌دار شدن یکی از این نوکیسه ها فقط یکی چند ده هزار نفر مردم ایران باید نیاز بیشتری به قرضه 1 میلیونی داشته باشن که معادل آمریکایی اون 60 دلاره. 60 دلار مزد نیم روزه یک کارگره، ولی برای مردمی که ناگزیرن برای ارتزاق خودشون در صف بیستن و حکومت اونها رو وادار کرده کاسه گدایی دست بگیرن، کشوری که میتونست در جمع قدرت بزرگ دنیا باشه امروز، حالا طوری فقر زده است که باید کاسه گدایی 60 دلاری در دست بگیره و حکومت با منت‌گذاری این پول رو در اختیار اونها قرار بده، در حالی که میبینی در جای دیگری، در بخش دیگری از همین جامعه 1%، 5% از این مردم طرفداران حکومت، عوامل حکومت ثروت اندوزی میکنن و از فقیرتر کردن مردم سوء استفاده میکنن برای اندوختن ثروت‌های بیشتر. حالا هم در این وضعیت کرونا مردم رو در صف‌های التماس 1 میلیونی میبینن، پوستخند میزنن و در ویلاهای خودشون آروم میگیرن. مردم باید این حقایق رو ببینن و به یاد بیارن که فردای امروز ایران، حتی در طول ماهای آینده، زندگی برای اونها به مراتب دشوارتر از حتی امروز خواهد بود. بسیار متشکر. رفت کنم که در مورد رابطه چین با ایران که اشاره فرمودید، با آمریکا تکلیفش روشنه و اون از موقعی که آقای ترامپ خواست این کسری موازنه پرداختار و موازنه تجاری رو متعادل بکنه، خب یه نبرد ابتدا پنهانی و بعد آشکار بینشون برقرار شد و اون تکلیف اونجا روشنه. ولی در مورد ایران گفته میشه که برای دور زدن تحریم ها چین معمولا داره کالا به ایران صادر میکنه به صورت مجانی، ولی در مقابل افرادی رو مأمور میکنه که از زمین های موجود در داخل ایران خریداری کنن، به غیر از اون قسمت هایی که جنبه رسمی داره و اینها اومدن اونجا مثل جدیره کیش رو اجاره کردن یا ماهیگیری در خلیج فارس، ولی با وسیله عواملی مرتب در نقاط مختلف کشور دارن زمین میخرن. حالا این به چگونه با مقرراتشون تطبیق میکنه اون یه داستان دیگه است، ولی این خطر وجود داره که در آینده نزدیک اینا صاحب لااقل 25%، 30% از زمین های ایران باشن و این خطر بسیار بزرگی. در مورد از کنم که مسبب این کار که چی برمان بنده نمیخوام راجع به این زیاد صحبت بکنیم، فقط میخوام از جنابالی یه استدعا بکنم و اون است که یک خبری اخیرا منتشر شد که در حدود 382 نماینده جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا نامه‌ای به آقای پومپئو نوشتن و از ایشون خواستار شدن که بر تحریم تسلیحاتی بیشتر فشار بیارن. این مسئله خب با اون چیزی که قبلا ما شنیده بودیم یه مقداری شاید مغایرت داشته باشه. من میخواستم در این زمینه راهنمایی بفرمایید و به خصوص مطلبی که جنابالی فرموده بودید در مورد این که ممکن است که آمریکا برگرده به برجام و مذاکرات ممکنه در جریان باشه، چون همونطوری که بهتر از من اطلاع دارید شروع مذاکره با ایران به خصوص اگر بدون پیش شرط باشه که الان داره میشه، نتیجه نهاییش استمرار این حکومت در و این استمرار حکومت با اون پالیسی که لااقل اعلام شده و اون تغییر رفتار رژیمه از دید اونها و از دید ملت ایران تغییر رژیم هست یک کمی ملاقات داره. میخواستم این به طور خلاصه راجع به این سرنوش فرجام و این برنامه های تحریم و دو تحریم های تسلیحاتی و به خصوص اون نامه‌ای که بیان فرمودی بودید نوشته بودید در این زمینه اینا چگونه با هم هماهنگی داره. خیلی ممنون میشم. وقتی چند هفته پیش آقای
پیو اعلام کرد که برای تشدید تحریم‌های تسلیحاتی و پیشگیری از لغو تحریم‌ها که زمانش ماه اکتبر امسال هست، شاید فکر می‌کنه که آمریکا به توافق برجام برگرده. به این خاطر نگرانی‌هایی درست شد برای اینکه در برجام پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته که لغو تحریم‌ها رو خیلی دشوار می‌کنه. قطعنامه 2231 که شورای امنیت هم تمهیداتی کرده که لغو تحریم ها مشروط به شروطی است و آمریکا راه خیلی کوتاه‌تری داشت و داره برای مانع شدن از اینکه جمهوری اسلامی حالا بتونه آزادانه خرید و فروش اسلحه صورت بده. و این نگرانی ها با من هم بود، یعنی تصور داشتم تو این شرایطی که روحانی و دولت او با مشکلات مالی فراوان روبرو هستن، شاید با ثوابدید و مشورت با علی خامنه ای و یا مستقل از اون به نوعی برای سرد و گرم چشیدن آب اقدام به گفتگوها یا تماسهای پنهانی با آمریکا کرده. و آمریکا که همیشه آقای ترامپ گفته من آماده گفتگو با جمهوری اسلامی هستم، جمهوری اسلامی هم از زبان روحانی گفته بود که هر موقع آمریکا به برجام برگرده ما هم اون وضعیتی رو که فراهم کردیم، یعنی تعهداتمون رو کم کردیم، برمیگردونیم به وضعیت اول و آماده ایم باهاش صحبت بکنیم. حالا وقتی ترامپ چنین پومپیو چنین حرفی رو میزنه، ببینیم که دارن یک طرف حرفای طرف دیگر رو تکرار میکنه. خب این نگرانی میتونه شکل جدی پیدا بکنه و این سوال پیش میاد که چرا آمریکا قبل از اینکه برنامه اعمال فشارهای حد اکثریش به حد اکثر نتیجه برسه، نیمه راه میخواد راه خودش رو کج بکنه؟ آیا مصلحت انتخابات رئیس جمهوری است در سال جاری، یعنی چند ماه دیگه، و یا اینکه مصالح دیگری در کاره؟ ولی تدریجا پومپیو این هشدارهایی رو که داده شد، به هر حال من یکی از این هشدار دهنده ها بودم، یقینا شمار دیگری هم بوده، او رو و کارشناسا رو او رو وادار کرد که دوباره برن برجام رو بخونن، دوباره برن قطعنامه 2231 شورای امنیت رو مرور بکنن. و این بار برخوردشون با ماجرا تغییر کرد و امروز من دیدم که این خبر، البته مال دیروز، من امروز دیدم برای اینکه آمریکا از ما چند ساعت عقبه، که آمریکا حالا به دنبال راه حل دیگری است و میگه به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل و داشتن حق به تو، من مانع از فروش اسلحه میشم. و این حرف درستی است و حالا آقای پومپیو متوجه میشه که بدون رفتن به این راه دراز برگشتن به توافق اتمی میتونه مانع از آزادی فروش اسلحه توسط جمهوری اسلامی بشه و میتونه مانع از لغو تحریم ها بشه. البته راه دیگری هم وجود داشت و هنوز وجود داره و این کمک اروپایی هاست، کشور آلمان، فرانسه، بریتانیا که در برجام باقی موندن و اونها میتونن با تعیین زمان برای اونچه که مکانیزم حل اختلاف یا مکانیزم ماشه ازش یاد میشه، پرونده ایران رو در فاصله کمتر از 2 ماه به شورای امنیت ببرن و رفتن این پرونده به شورای امنیت نتیجهش بازگشت همه تحریم های لغو شده قبلی شورای امنیت که تحریم های تسلیحاتی هم در شکمش قرار میگیره، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست و این ماجرا خاتمه پیدا میکنه. به نظر میرسه آقای ترامپ و دولت او، وزارت خارجه آمریکا، حالا راه کوتاه‌تر و بهتری رو پیدا کردن، منسجم هست این سیاست و اونها هم مصمم هستند که این فکر رو جلو ببرن. یعنی حالا نشون داده میشه که بخت این که گفتگوی قبلی صورت گرفته و تماس محرمانه ای انجام شده، مثل تماسی که در سال 2014 بود، الان صورت نگرفته و فشارها علیه حکومت آخوندها، روزخونها توسط دولت ترامپ ادامه پیدا میکنه. بنابراین میفرمایید که این نگرانی که بسیار از میهن پرستان دارن که آمریکا در هر صورت، چون
خیلی مشخصاً دنبال تغییر رژیم نیست، یعنی چاره‌ای نداره جز این که فقط بگه من دنبال تغییر رفتار هستم. بنابراین با این ترتیب می‌فرمایید، بنابراین نگرانی میهن پرستان باید مرتفع بشه که با این ترتیب نه تنها برنامه مذاکره در بین نخواهد بود، بلکه همونطوری که نمایندگان تقاضا کردن و تحلیل های تصریحاتی بیشتر هم افزوده خواهد شد. اینطور به نظر میرسه. من اشاره کنم آقای دکتر به موضوع دیگری که در صحبت شما مطرح بود و این نامه است که نمایندگان مجلس نمایندگان یک بخش از کنگره آمریکا به دولت نوشتن و از او خواستن که فشارهای زیادتری به عمل بیاره که لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران صورت نگیره و این یک قضیه استثنایی است. استثنایی بسیار کم سابقه است که در ماه‌های نزدیک به انتخابات که حالا بایدن یه خودم از ترامپ جلوتر هست، حزب دموکرات به حزب جمهوری‌خواه بپیونده و مشترکاً نامه‌ای بنویسن به دولتی که رقیب اونها هست، دموکرات‌ها حداقل، و از اونها این نامه نوشتن به نوعی پشتیبانی از سیاست دولت ترامپ هست در قبال جمهوری اسلامی و این نشون میده که اگر واقعا جمهوری اسلامی به این امید هست که بایدن سر کار بیاد و فشارها کم بشه، حتی در صورتی که آمریکا به برجام هم برگرده، این تحریم ها ادامه پیدا خواهد کرد، این محدودیت ها ادامه پیدا خواهد کرد و به خصوص در مورد شرارت های تسلیحاتی جمهوری اسلامی این موانع باز هم وجود خواهد داشت. نوشتن این نامه با اکثریت 90 رأی در کنگره در مجلس نمایندگانی که اکثریتش متعلق به دموکرات ها هست، در حقیقت یک سیدی یا یک پسگردنی محکم برای جمهوری اسلامی بود و اروپا رو هم به نوعی قانع کرد که اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی فقط خواسته جمهوری خواه ها نیست، دموکرات ها هم هستند. بنابراین باید به سیاست های لیبرالی خودشون در ارتباط با جمهوری اسلامی دیر یا زود خاتمه بدن. بله، همونطور که فرمودید اینها در حدود از کل مجلس نمایندگان 382 نفر از مجموعه از دو حزب این نامه رو امضا کردند. عرض کنم که پرسش بعدی بنده قربان اون مسئله عمومی است که الان مطرح شده از چندی پیش و اون کاهش بهای نفت قربان، و حتی اگر خاطرتون باشه حتما از بهتر از بنده خبرش خدمتتون رسیده و اون این است که حتی برای چند روزی در آمریکا قیمت نفت گفته شد منفیه. حالا من میخواستم ببینم جنابالی با تخصصی که در این زمین دارین، این دلایل اقتصادی و احیانا سیاسی این کاهش بی سابقه بهای نفت و در نتیجه اثر اون در فروپاشی هنوز این برنامه مثل بقیه کالاها عرضه و تقاضا مطرح هست به علت پایین آمدن تقاضا به علت این بیماری و یا این قیمت دستکاری شده است؟ می‌خواستم نظرتون بفهمم. قبل از اینکه شیوع کرونا اقتصاد دنیا رو با وضعیت متفاوتی روبرو بکنه، قیمت‌های نفت بیش و کم اطراف 50 دلار در هر بشکه و اندکی بیشتر نوسان داشت و این قیمتی است که برای تولید شل اویل که در آمریکا حالا بیشتر از هر جای دیگر دنیا استخراج میشه و یکی از عوامل اصلی افزایش تولید نفت در آمریکا بوده، قیمت مناسبی بود، قیمت متعادلی بود. تولید نفت به این شیوه تولید پرهزینه است، البته ایجاد اشتغال میکنه به جای خود، این خودش یک کمک اقتصادی به آمریکاست و بالا بردن سطح اشتغال و همینطور افزایش تولید. ولی با کرونا وضعیت تقاضا برای نفت در دنیا تغییر کرد. این فرمول عرضه و تقاضا همیشه حاکمه در وضعیت کرونا، بدون وضعیت کرونا قیمت ها رو حالا اوپک نیست که تعیین میکنه که عملا به چرخ پنجم بازار نفت در دنیا
و پستوی عربستان سعودی تبدیل شده. این تقاضا و عرضه است که قیمت‌ها رو تعیین می‌کنه و سیاست‌ها درش نقش خیلی کمی دارن. ما دیدیم وقتی که ترامپ حتی وارد ماجرای قیمت نفت شد در 3 هفته گذشته و گفته شد با سلمان ولیعهد عربستان هم گفتگو داشته، حتی او رو تهدید کرده که اگر تولید نفت خودش رو کاهش نده ممکن است که فروش اسلحه به اونها با مشکل روبرو بشه، و همینطور مذاکراتی ترامپ با پوتین داشت. و هر سه کشور که بزرگترین سه کشور تولید کننده نفت دنیا هستند، تصمیماتی هم گرفتن، به خصوص وقتی که عربستان سعودی و روسیه بعد از مدتی جنگ تولید به توافق نسبی رسیدن که این توافق رو بین دولت‌های غیر عضو اوپک و دولت‌های اوپک معرفی کردن، اندکی باز قیمت‌ها نوسان پیدا کرد، قیمت‌های نفت خام، ولی به علت اینکه تقاضا واقعا کاهش پیدا کرده در کشور شما، حمل و نقل قسمت اعظمش متکی به اتومبیل‌های خصوصی آمریکایی هاست. هر خانواده بیش از 2 اتومبیل دارن به صورت متوسط و ارتباطات از این طریق صورت میگیره. بیشترین میزان مصرف هم برای بنزین و سوخت، متوجه بنزین و سوخت نیست که توی خیابون‌ها مصرف میشه، و وقتی مردم توی خونه نشستن و به نوعی قرنطینه کردن خودشون رو، خب نیازی کمتری به سوخت دارن، و نتیجه این شد که شما اشاره کردید قیمت‌ها به زیر صفر افتاد، حتی در جایی بیشتر از 20 دلار در بشکه اونهایی که پیش خرید کرده بودن قیمت نفت رو، که البته این شیوه متعادله، متعارفه، یعنی همیشه قیمت نفت 1 ماه قبل از تحویل گذاشته میشه و خریداری صورت میگیره و پولش بعد از اون انقضای 30 روز پرداخت میشه، و وقتی زمان تحویل رسیده بود و پرداخت پول، میدیدن که جایی برای انبار کردنش ندارن. الان منابع استراتژیکی آمریکا تقریبا به اوج رسیده و جایی برای انبار کردن بیشتر نیست. در چین هم همین وضعیت حاکمه، به خصوص نفتی که ایران نمیتونه بفروشه و پول اونو دریافت بکنه، در بنادر چینی انبار کرده روی کشتی ها، بعضی از اونها رو روی زمین، و در نتیجه به علت کاهش تولید، توقف کارخانه ها، تقاضا برای نفت وجود نداره، و این وضعیت هنوز ادامه داره. در آمریکا قیمت اونجا یک بورس خاص خودشون دارن که تگزاس غربی ازش یاد میکنن، نفت متعادل تگزاس غربی، و این در حدود 15 دلار در هر بشکه است، حالا که جهش پیدا کرده و بهبود پیدا کرده. و بازار بورس دیگری که اوپک هم به اون مرتبط است، یعنی برند، چیزی زیر 20 دلار، حوالی 20 دلار قدم می نوسان داره، که این برای کشورهایی مثل عربستان که ذخیره مالی 500-600 میلیارد دلاری دارن، درسته که سنگینه، درسته که آسیب وارد کننده است، ولی غیر قابل تحمل نیست، برای اینکه میتونه از ذخیره های مالیش استفاده بکنه، حتی سهام بیشتری رو از شرکت آرامکو بفروشه و بتونه نیازهای خود رو تامین بکنه. ولی برای روسیه این قضیه خیلی خیلی میتونه سنگین باشه، برای اینکه ذخیره نقدیش کمتر از عربستانه و جمعیتش هم خیلی 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 بیشتر از عربستانه، چیزی در حدود 1.5 برابر جمعیت ایران. برای ایران خیلی بدتر از این خواهد بود، البته این بد بودن برای کشور دوست ایران ونزوئلا هم صادق هست، اونایی که حالا در این شرایط طلاهاشون هم ظاهرا در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتن که با وساطت جمهوری اسلامی بتونن این طلا رو جایی بفروشن و نیازهای خودشون رو تامین بکنن. ولی مسئله ما الان عربستان سعودی، روسیه، آمریکا و ونزوئلا نیست، ایرانه. جمهوری اسلامی در بودجه سال جاریش پیش بینی چیزی در حدود 30 میلیارد دلار درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام، میعانات گازی پیش بینی کرده بود، که این رو با دلار 50، هر بشکه نفت 50 دلار محاسبه کرده بودن. ولی و
علاوه بر اینکه هر بشکه نفت $50 پیش بینی کرده بودن که 1,000,000 بشکه هم نفت بفروشن، در حالی که الان صادرات ایران به زیر 200,000 بشکه در روز رسیده، یعنی 1/5 اون چیزی که در بودجه پیش بینی میشد. و قیمت نفت، نفتی که ایران میتونه به صورت قاچاق و غیر قاچاق بفروشه، حتی $20 هم نیست، زیر $15. حتی عراقی ها هم الان در حدود $15-16 برای نفتشون هر بشکه بیشتر به دست نمیارن. میبینید که یک فاصله بسیار بزرگ بین اون چه که در بودجه پیش بینی شده بود با اون چه که عملا میتونه دولت روحانی به دست بیاره وجود داره، بین علت یک کاسه گدایی دست گرفته. اول سمت روسا رفتن 5 میلیارد از اونها قرض بگیرن، اونها توافق کردن ولی بعد خودشون مشکل داشتن، این ظاهرا حرف رو پس گرفتن، بعد به سمت صندوق جهانی پول رفتن، بانک بین‌المللی رفتن، از اونها 5 میلیارد دلار خواستن و آمریکا مانع از این کار شد و حالا کاسه گدایی رو به سمت عربستان سعودی بردن تا از اونها 135 میلیارد دلار بتونن وام بگیرن برای اینکه نیازهای خودشون رو بتونن جوابگو بشن. البته این نیازها نیازهای مردم واقعا نیست. وقتی میبینیم که هواپیماهای ماهان اموال پتروشیمی رو برای کمک به ونزوئلا میبرن، میبینیم که در لبنان سالن‌های رو تجهیز میکنن با کارتون‌ها و مواد غذایی با پول ایران که اینها رو به کرونا زده‌های لبنانی بدن، و این نوع سخاوتمندی در جبهه‌های جنگ هم دیده میشه، اینها رو تغذیه میکنن. پولی که میخوان و دنبال گدایی اون هستن، از دارایی مردم هم باید اون رو پس بدن، برای کارهای غیر مصرف داخلی و اقداماتی است که بیرون از ایران عموما انجام میدن. ولی به هر حال این وضعیتی است که دولت با اون روبروست. و همین دیروز کمیسیون بخشی که به عنوان تحقیقات مجلس ایجاد میکنه عملا اعلام کرد که 158,000 میلیارد تومان کسری بودجه امسال دولته، که این با ارقام واقعی تفاوت داره. بنابراین مردم باید انتظار داشته باشند که اقداماتی که به عنوان اقدامات عمرانی صورت میداد مطلقا متوقف بکنه، کمک برای اشتغال وجود نخواهد داشت و دولت ناگزیر از چاپ اسکناس خودش میبینه. چاپ اسکناس یعنی دزدی از جیب مردم برای اینکه از دارایی های اونها میگیره. من بخش قبلی گفتم اگر که یکی از این نوکیسه های راندخار حکومت 1,000,000,000 یک شبه دارایش اضافه بشه، باید 1,000 نفر بیشتر در صف وام 1,000,000 بمونن. حالا هر یک بار که درصدی از پول ملی ارزشش کاهش پیدا میکنه، تمامی این 85 میلیون جمعیت ایران باید یک سهمی از بابت کاهش داراییشون بپردازن. بنابراین آشکار دولت برای ادامه وضع موجودش از جیب مردم از راه کاهش ارزش پول ملی و افزایش ارزش ارزهای خارجی اقدام به نشر اسکناس بیشتر میکنه و این تورم میتونه وضعیتی خطرناکتر از وضع امروز رو به باد بیاره که تورم در حدود 45% و این تورم 45% میتونه حتی به 200%، 300%، 400% افزایش پیدا بکنه، تا جایی که اسکناس های چاپ شده جمهوری اسلامی رو توی فرغون بذارن برای خرید مایحتاجشون. بله بسیار متشکر. عرض کنم که فرمودید که این بر اساس قانون عرض و تقاضا، چون تقاضا کم شده برابری قیمت نفت رو به خود اومده پایین دیگه. ولی من به طور کلی آیا معتقد هستین که الان در حال حاضر در کل جهان هنوز قانون عرض و تقاضا عمل میکنه و آیا از نظر کشورهای کم درآمد یا به قولی توسعه نیافته یا کشورهای دنیای سوم فقط اتفاق به این قانون عرض و تقاضا میتونه منافع ملیشون تامین بکنه یا خیر، یا حتی کشوری مثل آمریکا که به دنبال حمایت صنعتی هست و تمام این مشکلاتی که با چین پیدا کرده در این زمینه هست، آیا کشورهای کم درآمد فقط به امید عرض و تقاضا باشن؟ یکی مسئله این است که آیا استقرار یک، چون صحبت در این زمینه زیاده، آیا استقرار دولت در تبعید اصلا عملی هست یا خیر،
و یا آیا بهتر نیست که به جای اون ما به دنبال تشکیل یک شورای انتقال باشیم که مردم بدانند که در آینده چه حکومتی و چگونه این انتقال صورت میگیره. حالا این رو اگه پاسخ فرمودی سوال فری در این زمینه من دارم، حالا کلش بفرمایید چون وقت ما کم است، میخوام سوال بعدی رو حتما خدمت مطرح کنم. بسیار متشکرم. یک روزی آقای دکتر این اتفاق خواهد افتاد. من امیدم این است که این اتفاق در داخل ایران بیفته، نه در تبعید، که یک دولت انتقالی تشکیل بشه و حکومت با خونریزی کمتری قدرت ازش منتقل بشه به مردم. یک دو این که وقتی این اتفاق در داخل کشور میفته، این مردم ایران هستن که در داخل سرنوشت خودشون رو به دست میگیرن، تا اینکه خارج از ایران در تبعید یک دولتی درست بشه و این به مردم ایران تحمیل بشه. این نظر شخصی من، ولی با توجه به شرایط داخلی ایران و حکومتی که طبیعت حکومتی که حاکم است و هنوز قدرت رو به دست داره، ممکنه که این شکل آرمانی تشکیل دولت انتقالی در داخل ایران امکان پذیر نباشه، بنابراین خارج از ایران این قضیه صورت بگیره. ولی یقیناً باید رأی و نظر مردم در داخل کشور و حداقل پشتیبانی کاملاً آشکار اونها از این حکومت یا هر شورا به چشم دیده بشه، یعنی مردم از این قضیه تأثیر بگیرن. این که یک گروهی چند نفر دور هم جمع بشن و بخوان یک دولت تشکیل بدن، بگن این دولت در تبعید ماست، به نظر من شعبده بازی بی‌ارزشیه. واقعاً نمیشه خیلی دل به این قضیه بست. شرایطی داره تشکیل یک دولت در تبعید، باید علاوه بر حمایت شناخته شده مردم در داخل کشور، مورد تایید و پشتیبانی جامعه جهانی هم قرار بگیره. این نیست که هر نفر بلند بشه بگه آقا من میخوام دولت درست بکنم، چند نفرم اسم بده و بگه که این دولت در تبعید خواهد بود، بعدم این دولت به قدرت برسه. این یه مقدار خیال خامه. شورای انتقالی مبحث دیگری است، ولی میتونه یه شکل موازی با همین فکر تشکیل دولت در تبعید باشه، ولی اون هم باید با هم از وجاهت کافی برخوردار باشه، آدمهایی که در اون شورا میرن صلاحیت اخلاقی داشته باشن و مردم ایران هم اونها رو بپسندن و بپذیرن. من این وضعیت رو الان نمیبینم، اون شورا رو هم قدرت تشخیصش الان ندارم که چه کسانی هستن و در کجا میخوان این کار رو انجام بدن، ولی در هر حال این یکی از راه‌های انتقال قدرت از جمهوری اسلامی است که نیاز به مطالعه بیشتری داره. در مورد شورای انتقال فقط یک تفکر، هنوز به مرحله عمل در نیامده. در مورد قدرت تبعید حتی از سالهای قبل، حتی هم یک سال بعد از انقلاب اگه خاطر میهن‌پرستان هم میهنان باشه، حتی در اروپا یه دولت در تبعیدی آقای سرهنگ عقیلی‌پور درست کرد. در مورد شورای انتقال یه فکر جدیده، حالا دوستانی دارن روی این کار میکنن و ببینیم که به چه ترتیب این عملی هست. یا عرض کنم که من یه مقداری مسئله رو میخوام عوض کنم با اینکه وقت اونم بسیار بسیار کم هست. من پرسشم رو خیلی کوتاه میکنم، خواهش کنم جناب عالی‌ام جواب کوتاه بفرمایید. نظر این است که از دید بنده این قانون اساسی جمهوری اسلامی اون مفهوم قانون اساسی رو نداره. یک دستورالعمل برای توجیه عملیات تروریستی از ارتش مکتبیش که در جز صراحت داره که وظیفه این ارتش این است که بتواند انقلاب رو صادر بکنه، بعد حمایت الزامی جمهوری اسلامی از مستضعفین جهان هر جای دنیا میخوان باشن، اگر در مورد ظلم واقع شدن باید به کمکشون بره، و همینطور به جای ملت که مهمترین شاخصش هست امت باید باشه و بقیه مطالب که میدونیم و اون وحدت سیاسی اونه. بنابراین طبق این حالا به ماده های بزکیش یا تشریفاتیش و دکورش بنده کاری ندارم،
ولی اساس فکر در اونجا عبارت است از یه ایده تروریستی. بنابراین اگر کسی در این سیستم کار بکنه، فعالیت بکنه، حالا منجزن مثلا این قاسم سلیمانی که در این جهت اجرای این قانون اساسی جمهوری اسلامی و سیستم انقلاب داشته کار میکرده، خب اینا اگر ما واقعا اینا رو قهرمان ملی بدونیم بسیار بسیار جای تأسف. همونطور که میدانیم بسیاری از این کسانی که در گذشته به عنوان میهن پرست آبروی داشتن، حالا اومدن طرفداری از جمهوری اسلامی و این قانون اساسی جمهوری اسلامی و آقای سلیمانی رو قهرمان ملی قلمداد کردن. میخواستم در این زمینه جناب علی نظرت رو کوتاه بفرمایید. یه نکته رو آقای دکتر نصر، بایستی بهش اعتقاد داشتین که مردم ایران در یک حمام گرمازده‌ای که حکومت براشون درست کرده زندگی میکنن و ناچارن کار بکنن و این کار کردن نه تنها من این که نداره، افتخار هم برای اونها، برای هر مردم ایرانی دیگری خارج از ایران هم هست. ناگزیر یک پزشک بره بیمارستان کار بکنه، ناگزیر یک افسر جز بره در نیروی نظامیش کار بکنه، یک معلم بره درس بده و یک مدیر بره اداره رو اداره بکنه. اون چه که زشته از دید ما، آدمهایی که زشتن و خائنن فرماندهان اینا هستن و هدف این است که این جماعت رو عوض بکنیم، این حکومت رو عوض بکنیم. من اولا این رو میبینم که به جای تشکیل دولت در تبعید یا هر شکل دیگری، نیروها برای براندازی جمهوری اسلامی تجهیز بشه، راه برای عبور از این حکومت در داخل کشور پیدا بشه، تا حرفای انتزاعی که دی دور هم بنشینن و خودشونو خوش بکنن و کمترین امکانی هم برای عملی شدن وجود نداشته باشه. مسئله کار در داخل ایران وابستگی به این حکومت نیست. میلیون ها نفر هستن که کار میکنن و در باطن و شمار بسیار بزرگی از اونها حتی در ظاهر مخالف این حکومت هستن. بنابراین این حساب رو جدا بکنیم از کسانی مثل قاسم سلیمانی، ولی کسانی که در این روزگار میان قاسم سلیمانی رو علم میکنن و اون رو به عنوان میهن پرست معرفی میکنن به این علت که نفرت و خشم خودشون رو از جای دیگری اینجوری آرام بکنن و خودشون رو وطن پرست معرفی میکنن، اگر شخص خاصی رو خیلی بیرو در باستی آقای دکتر نصمان این مطلب رو عنوان بکنم، اگر خودشون رو میهن پرست میدونن ظاهرا معنی میهن رو گم کردن و اشتباه گرفتن. میهن پرستی یا میهن این آدم های اون شخص به خصوص بین پاهای خانم الیزابت تایلور رو بایستی زمین رو نگاه بکنه، نه جای عزیز و گرامی مثل ایران رو. و قاسم سلیمانی خائن به این ملت بوده، نه تنها جانی بوده و خون صدها هزار نفر کودک، زن و مرد بی خانمان سوری دستهای او رو پیش از مرگ آلوده، در داخل کشور هم این وضع وجود داشته. یک حکومت خبیث ضد ملی وجود داره که مردم ما رو به فقر و فاقه کشیده و عوامل اصلی این حکومت کسانی مثل قاسم سلیمانی هستند، کسانی مثل حاجی زاده هستند که یک هواپیمای سرنشین عادی رو با سرنوشت عادی رو با موشک شلیک میکنه، ساقط میکنه، 176 سرنشین اون هواپیما رو میکشه و بعد از دست حکومت تقدیرنامه هم میگیره. ما با چنین حکومتی روبرو هستیم. حالا هر کسی داماد شاه بوده، نمیدونم هر چیز دیگری بوده، اعلام میکنه که این آدمها قابل تقدیرن، این حکومت ایران دوسته و این آدمها وطن پرست هستن، واقعا بایستی که در تعریف وجود خودش تجدید نظر بکنه. این نه تنها اوج خیانت که اوج حماقت که اوج خیانته. بسیار متشکرم، خیلی ممنون جناب دکتر. چون وقت ما تمام هست من خدمتتون به دو درد میکنم. انشاءالله در برنامه های بعدی سعادت داشته باشیم بازم از این اطلاعات وسیع جنابی استفاده بکنیم. خدمتتون بدرود عرض میکنم جناب دکتر. وقت شما خوش آقای دکتر نصر. بدرود به بینندگان برنامه شما. دکتر عزیز، همونطور که عرض کردم برنامه ما چون تمام شده، اگر نسبت به بیانات جناب دکتر طلایی‌زاده یا عرض مختصر بنده پرسشی نظری پیشنهادی داشته باشن، به این تلفن هایی که روی
صفحه مناظره میفرمایند 650-619-7623 یا 832-277-7748 لطف بفرمایند تلفن بکنم و پیام بگذارم. خدمت بینندگان عزیز به دور عرض میکنم پاینده ایران جاوید ملت بزرگی. شانم چون تیر آتشین ما میخواهیم آزادی. جهد ما بسا میدهد به ما ندید شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی. از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمیهراسیم، از چکاچاک شمشیرها نیز از جا نمیگریزی. در حال آزادی را با چنگ و دندان گشایی، ما یاد